جعبه سیاه زمین کجاست؟ وای از ما جاسوسی میکنند؟ یک سازه پولادی فناناپذیر به ضخامت 10 متر که بر روی صفحه‌های گرانیتی قرار دارد، به زودی در بخشی از ساحل غربی تاسمانیا واقع در استرالیا مستقر می‌شود. تا هر آنچه را که ما در مورد تغییر آب و هوا می‌گوییم و انجام می‌دهیم، سبب به آنها در مدیریت بهینه آب و هوایی کمک کند. این جعبه سیاه با سلول‌های خورشیدی تغذیه می‌شود تا در صورت از کار افتادن سایر منابع تامین انرژی آن به فعالیت خود ادامه دهد. در داخل آن رایانه و هارد دیسک ها یا دیسک های سختی وجود خواهد داشت تا گزارش های مستقل و بی‌طرفانه از رویدادهایی که منجر به نابودی این سیاره شده بر روی آنها ضبط و ثبت شود. مجموعه داده های مربوط به سطح آب دریا، دمای هوا، سطح گاز دی اکسید کربن موجود در جو زمین و سایر اندازه‌گیری های محیطی در کنار پست های توییتری عنوان و مطالب منتشر شده که در مورد تغییر آب و هوایی از سوی الگوریتمی از اینترنت استخراج و مستند می شود. در حال آن امیدوارند که همچون جعبه سیاه هواپیما، جعبه سیاه زمین نیز پس از پایان جهان در درک دلایل این رخداد به بازماندگان احتمالی کمک کند. در حال حاضر هاردیسک های طراحی شده برای این جعبه سیاه فضای به اندازه ثبت اطلاعات 30 تا 50 سال دارد که در آینده قابل ارتقا است. البته هنوز مکان دقیق استقرار این سازه به دلایل ملاحظاتی از جمله ثبات ژئوپلیتیکی و زمینشناسی انتخاب نشده و بخشی از جزئیات این پروژه نیز در حاله از ابهام قرار دارد، ولی آغاز ساخت و استقرار آن از سال آینده میلادی قطعی شده است.